سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. در ادامه برنامه گذشته، امشب هم ابتدا برنامه رو با احسان عبدیپور و محمد بهرانی عزیز شروع میکنیم و از این به بعد چهارشنبه ها منتظر احسان عبدیپور نباشید. از هفته آینده شنبه ها و دوشنبه ها در خدمت آقای احسان عبدیپور عزیز هستیم. خیلی متشکرم. سلام، ادامه حرفمون و گپ و گفتمون که خیلی هم قهوه خونه ای و بوفه ای شد، یعنی بوفه عقب اتوبوس با محمد بهرانی میریم. محمد، چون جناب خان دیگه تموم میشه نمیریم به سمت جنوب، یه تیکه‌ای دلم میخواد شروه بخشو بشنویم. یه تصویری از بوشهر که به سمت کشتی رافائل میره. خب کار کردم با این لپتاپ یاد بگیرم، خوش اتفاق بزرگی. کشتی رافائله که قبلا تو اسکله بوشهر بود. بسیار غریب. بخشو از خیلی وقت پیش میشناختیش دیگه. آره دیگه، بخشو نه تنها در بوشهر، در یک سوم پایینی ایران به نظرم اسطوره‌ای ترین خواننده نوحه و عزاداری در. من نمیخوام تقسیم بندی کنم یا حرفی بگم که حساسیت ایجاد کنم. خب موسیقی تو جنوب، تو بند هرمزگان، بوشهر و خوزستان هزار تا کارکرد داره و همشون یه سهمی دارن. ولی اگه یکم بخوام جانب احتیاط رو رها کنم، میتونم بگم که موسیقی عزاداری تو بوشهر یه قامت افراشته‌ای داره. منم شخصی بخوام بهش نگاه کنم، برای شخص من همینطوریه. بسیار خوب محمد، آقای همساده برای من مثل اینه که 700 تا آدم به هم فشار داده باشی، ظرائف زبانیشون، رفتاریشون چک کرده باشی، رصد کرده باشی، تو مغزت مثل دسکتاپ کامپیوتر فایل بندی کرده باشی و هر لحظه بتونی خرجش کنی. برای یه آدمی مثل من که عاشق پیرمرد پیرزنام، عاشق حرف زدنشونم، اصلا به قول بوشهری گفتنا شخص میکنم روشون، همشونو درشت میگیرم با کلوزاب، تو بازم رشک برانگیزی تو این عروسک لامصب. این از کجا آب میخوره؟ آقای همساده که دیگه اصل شیرازیه. بله. یه شیرازیه به تمام معناست، واقعا با دل خوش، شاد و تمام تاریخچه تلخ و عجیبی که داره. روزی که همساده متولد شد در پشت صحنه کلاه قرمزی، شاید بهترین روز زندگی من باشه. یک
شیوه ای داره متولد شدن عروسک های کلا قرمزی که خانم محبوب معمولا عروسک ها رو میسازن میارن در یک جمع از صدا پیش ها عروسک گردان ها که نشستن، آقای طهماسب توی کیسه نایلون مشکی میبرن اون پشت، خدا رحمت کنه خانم فندیزاده معمولا عروسک رو از پشت اون میز میارد بالا و همه ما با یه عروسکی مواجه میشیم که نمیدونستیم کیه و صداش چیه و همه تو تمرین اولین بار مواجه اولین با بار عروسن. یا خدا این دیگه کیه، آین رونمایی داشتیم. آفرین. همه شروع میکردن روی این تست صدا زدن. آقای طهماسب معمولا میدونه میخواد به چی برسه ولی یه پروسه‌ای داره. اینو بگو ازش نگذر. همه شروع میکردن روی تست صدا دادن یعنی چی؟ یعنی خانم فنیزاده اونجا عروسک گردانی میکردن، همه شروع میکردن خودشون رو محک زدن با اون قیافه. یعنی به هر کدومتون 2 الی 3 دقیقه یا 1 دقیقه وقت میداد که نوبتی حالا تو حرف بزن. بله، آدم‌ها این دور نشستن، همه نگاه فوکوس رو اون و بقیه هم دارن به اون نگاه میکنن. روز آقای همسایه تو نفر چندم بودی؟ یعنی چند نفر قبل تو بودن؟ آره یکی... یادت چه تستایی زدن روش؟ بله بله، یکی دو نفر بودن. اتفاقا آقای جبلی تست خیلی خوب خیلی خوب روش زد. نه صداشو که آره صداشو که ندارم چون اصلا آقای جبلی که اصلا نمیشود نزدیکه شد انقدر کارش درسته. چی بود؟ اون چی زد؟ اونم یه مرد سنبالایی بود که خیلی هم خوب بود. محمدرضا هدایتی هم اگه اشتباه نکنم یه اتود خیلی خوب زد. تا همساده اومد بالا من در گوش محمد لقمانیان گفتم محمد این شیرازیه. محمد لقمانیان هم زنش شیرازی اصله و گفت آره محمد. و اومد معمولا 2-3 ماه پروسه متولد شدن یک عروسک طول میکشه. تمرینا بره به آقای تماس رخگیری کنه عروسک گردان هم از چه. آقای همساده تو نیم ساعت اول که من صدا رو گفتم همه گفتن اینه دیگه و تمام شد. همون روز آقای همساده فیکس شد و همین کاراکتر و تمام. آره آره مدرسه رفته بود، رفته بود مدرسه. نه صدا که مال همساده است اصلا. هیچ خودش خود اون صدا فقط مال اونه، من که اصلا ندارمش. نداریش؟ نه اون صدا تا اون نیاد بالا نمیشه. واقعی میگی اینو؟ آره بابا. یا مسائل کپی رایتی و اینا داری؟ حتما یه احترام عجیبی برام داره همساده که اون صدا همیشه مال اونه. دمتم گرم. آره. و اومد بالا و آقای طهماسب فکر کنم شاید در معدود دفعاتی در تمام این سالا وسط اتود رو قطع کرد از خنده. گفت خب برانی من با این چه نکته تربیتی به آدم ها درسون چی بگم چیکار کنم با این. خود چجوری شد به این رسیدی که یه لوزر جذاب باشه؟ توی فکر کنم یه تعامل یک جمله‌ای با آقای طهماسب رفتیم یه گوشه‌ای میخندیدیم و فلان گفتیم بدبخت باشه و به بدبختی‌هاش بخنده همین و دیگه رفتیم. و یک چیزی داریم تو همساده معمولا خیلی وقتا خب به یه اتودای فکر میکنم خیلی هاشم کاملا بداه هست. همساده رو سعی میکنم هیچ فکری بهش نکنم. یعنی خیلی وقتا همزمان با همه وقتی هم دارم من خودم میگم خودم هم دارم میخندم. یعنی خنده های همساده خنده های واقعی خودم، من دارم میخندم. محمد بهرانیه. آره آقای طهماسب زیر صدای اون قایمش کرد. آره آقای طهماسب هم داره اون بالا میخنده، خانم شیما بخشندم عروسکمون اون پایین داره میخنده، نگار استخرم خیلی وقتا اومد اون پشت میشست من رو نگاه میکرد که بخنده فقط. خب حالا بگو پروسه این تو این حجم از دیتا از شیرازی ها رو از کجا آورد؟ تو خود از صبح تا شب با بنام بودی. یه همسایه داشتیم که مامان بهروز آخه کلی وایس در اومده این سالها که همشون مامان یک کسی. آره مامان امید تو میگی. آره ولی مامان بهروز هم یه در واقع انشالله هر جا که باشن سلامت باشن یک خانوم شیرازی به تمام معنا و کامل که به نظرم جنس صدای همساده نزدیک به جنس صدای مامان بهروز هست. فقط ببخش من حواسم یه لحظه رفت پیشه ای خواستم این اسلاید شوه رو بگم. کماکان تصویرامون برمیگرده به آبادان قدیم و خوزستان. این سینما رکس خوزستان بود. خب میگفتی مامان بهروز آره در قید حیاته. بله. خب البته خب یک طیف زیاد من تو شیراز بودم به هر حال. درسته رفقا خیلی هاشون خوزستانی و بوشهری و حالا عرب بودن ولی نه بالاخره فضا شیراز بود و شیرازی تو هوا بود و من عاشق شیرازم. خب بهترین جای جهان برای زندگی شیراز. منم همچین عقیده دارم. خب و آره یعنی جنس صدا و حال و هوا و ریتم. و بعد از اینکه همساده متولد شد شیرازی ها خیلی کامنت گذاشتن که اوفیش بالاخره یه شیرازی واقعی تو تلویزیون شنیدیم. من اینو 2-3 هفته پیش توی یک جمع شیرازی تو شیراز بودم و
جمع سختگیر، آدمایی که نشستن تا یکی یه کاری بکنن که فقط کامنت بذارن، بسیار با تو اوکی بودن و سرشون بلند بود از قبل این کاراکتر عمیقی که تو درست. حالا برو سر همینا، میخوام بگم این ظرافتش، این عمقش از کجا اومد که از تیپ در اومد؟ یعنی یه تیپ خامی نی آقای همسایه. تو چطوری از آدمها چیز کش و جذب میکنی؟ با یکی حرف میزنی، با یکی تو مطب میشین، چه میکنی؟ گارد آدما رو چجوری باز میکنی؟ اولا از وقتی که منو دیدن که دیگه لطف دارن، یعنی دیگه گاردا تقریبا بازه، اصولا که همه به من میگن همشهری، یعنی کردا، لورا، همه. چی باعث شد؟ به نظرم جناب خان احتمالا یعنی همه فکر میکنم من بالاخره یه دورهی اونجا زندگی کردم، از بعد اسم همه به من میگن همشهری. خیلی عجیبه. آره آره، خیلی اتفاق دوست داشتنی. تریبون گیره فرهنگامون اومد. خب دور آره. بشیم از شیراز. مامان بیروس. مامان بیروس. این همین کسره هم که نداره. آره، کسره مامان بیروس. مامان بیروس. آره، تازه در واقع دختر خانومی هم داشتم به اسم محبوبه که در شیراز مبه تلفظ میشه، ادهی هم مامان مبه صداش میکردن و مامان بیروزم به مامان من که اسم داشتم مسعوده گفت خانم مصداقو، یعنی مامان مسعود میشد خانم مصداقو. آره، اینا تزریق شده در همساده. همساده اتفاقا به نظر من بسیار آدم فرهیخته است، یعنی اگر یه بار با هم آنالیز کنیم دایره واژگان همساده به شدت تخصصیه، یعنی خب نویسنده مورد علاقهش که ژان ژاک روسو و خب مسلطه فرانسه رو کامل مسلطه و یه به نظرم یک فیلسوفه برای خودش و شاید ساده شبیه ترین آدم به همه ما ایرانی ها باشه در این چندین صد سال اخیر که از هیچ اتفاقی نبوده که دیگه سر ما نیاد و همواره با لبخند ازش یاد یه درویش مسلکی هم داره. آره. هیچی اذیتش نمی کنه و این خیلی عجیب غریبه. یه چیزی امروز همین الان که اومدم اینجا قبلش یک ورکشاپ مانندی داشتیم، یهو به یه ایده درباره بعضی از آدما پی بردم که حالا میخوام بعد به تو منتسبش کنم. یه چیزی تو دوربینای فیلم برداری دارم به نام داینامیک رنج، بچهای فیلم برداری میدونن. داینامیک رنج یه دوربین ارزون با یه دوربین گرون، فقط فرقش اینه که دوربین ارزونه یه کمی از نور و تصویر رو ترجمه میکنه محمد، یه کمی میفهمه. از یه چیزی به اینور کلا میگه سفید، از یه چیزی به اینور هر چی تاریک شد میگه سیاه، یعنی اینا براش بلکن اینا وایت. دوربین گرونتر تا مقدار بیشتری اینا رو از هم تمیز میده و جدا میکنه. من میگم آدمی که میخواد اینجوری انباش داشته باشه و بعد در قالب یک اثری و هر چیزی منتشرش کنه، آدمی مثل تو به عنوان یک نمونه، تو یه آدمی هستی مثل یه دوربین گرون قیمت، داینامیک رنج گسترده‌ای داری، از احوالات متفاوت آدم ترجمه هایی درون مغزت داری، مثل اون دوربینی که ترجمه میکنه فوتون رو به تصویر روی حساسگرش، روی سی سی دیش یا هر چی، و این عصای دست توه و نمیتونم بگم این خدادادیه، این اکتسابیه، این چی میتونه باشه، ولی خیلی برام هنوزم که دارم با حرف میزنم جالبه که بدونم که این ریزه پیزه ها رو چطوری جمع میکنی. تو 18 سالگی دیگه از شیراز در اومدی دیگه تقریبا با. و از اون موقع تا الان که 30 بیشتر سنم رو شیراز نبودم، بیشتر عمرم شیراز نبودم. خب خیلی عجیب نیست این همه دیتیل داری و هیچ شیرازی نمیتونه از تو ایراد بگیره؟ آخه از شیراز اومدم کجا؟ اومدم تو معدنش، 5 سال خوابگاه زندگی کردم، یعنی من 5 سال وسط تلفیق تمام استانهای ایران بودم، تو خوابگاه داشتیم ما با زیر شلواری و زیر پیرنی سفید میرفتیم، یک کرد از اون ور رد میشده، یک لور میومد، یکی داشته ترکی میخونده، 2 نفر عرب بودن، 3 نفر بلوچ بودن و من عاشق گویش ها و عاشق آواز، همه شیفته اینا، سیامک مصطفایی که کردی حرف میزنه، اصلا مامان سیامک زنگ میزد ما برمیداشتیم که میگفت گوشی رو بده به دست سیامک، دلم میخواست مامان سیامک نیم ساعت حرف بزنه، اینقدر که لهجهش قشنگ بود. آره، و من عاشق لهجه ها وسط اونا بودم دیگه. تو نسبتت با موسیقی شیراز چیه؟ اینقدر که نسبت داری با جنوب؟ خب من طبیعتا با لالایی های مادرم اصلا با این موسیقی آشنا شدم دیگه و مامان من یک لالایی های سوزناکی میخوند که من بعد که بزرگ شدم گفتم چرا؟ اصلا چرا لالایی شما اینقدر سوزناکه؟ دقیقا من مامانم این در واقع تصویر سازی که از بچگی های من که مامانم لالایی که میخونده من ثانیه 30 گریه میکردم، من هم گریه میکردم، رو پایین هم گریه میکردم، یه بالشی میذاشت رو پاش اینجوری و همیشه اینجا اشکام چور بود. آخه بذار الان مامان من برای
ده ماه. خب واسونک هم یک در واقع واسونک شاید ممکنه بعضیا ندونن موسیقی عروسی های شیراز و استان فارس کلن واسونک و چوشی و اینا بهش میگن. شما تو بوشه فکر کنم دارین خیلی جدی چاووشی. بله مامان من یک واسونک خونه حرفه‌ای بود. یکی از در واقع آشنا همین اواخر مراسمش بوده و خواستگاری و اینا مامان من اینو خونده فرستاده. آخه تو ببین تو مجلسش خونده؟ نه از شیراز ضبط کرده چون نمیتونستم بیاد. غم این دوری هم روش هوار شده و تو ببین این غمگین ترین آوای عروسی جهانه. آره بذار ببین میشه با این تو عروسی گریه نکرد. از همینجا هم سلام میکنم به مامان محمد. شیراز توی شیراز جنگ و جنگ ساز میاد. علی آقا غم نخور که نامزدت با ناز میاد. یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا. بابا مسعود بابا مسعود شونه یه ریش تلا. بابا مسعود بابا مسعود شونه یه ریش تلا. تو که زن دادی به علی کم نشه سایه شما. مامان مهوشگان مامان مهوشگان گل سرت از تلا. مامان مهوشگان مامان مهوشگان گل سرت از تلا. تو که زن دادی به علی کم نشه سایه شما. و حالا الان آخر خیلی غمگینه. من ننم خوابم میکرد پسرش ازش دور بود و پدر منم که دومادش بود ازش دور بود و حالا میخواست منو بخوابونه. من بچه 3-4 سالم. من همیشه با یعنی قشنگ یادمه که خیسی عشق که چور میکرد. بعضی وقتا از لالایی هم ورده میرفت شربه میخون. حالا من مادرم با من یه تفاوت ماهوی پیدا کرده. اون چون چربه یاد گذشته تلخش میندازه اساسا دلش نمیخواد بشنوه. ولی من هر چقدر میشنوم پر نمیشم و چیز سیراب. چون ننم رحمت خدا رفته به یادش بخونم یه تکه شربش. میگفت که همینطوری هم درنگه میداد. یه صدای وراری با خودش میکه باشه این ظرف شستن تو حیات تو جارو کردن یا هر چی. میگفت که فلک برای فلک میخون. فلک در قصد آزارم چرایی. گلم گر نیستی خارم چرایی. تو که مرهم نی زخم دلم را نمک پاش دل ریشم چرایی. بسیار خوب زنده باشی. یه خاطره ای همیشه از ننم میگم الان بگمش. از آدمای قدیمی میگم آدمایی که الف سر پهنا می نوشتن یعنی هیچ سواد اینو داشتن ولی یه حکمت غریبی داشتن. یه شوهر یه عمه من داشتم تو ظلم‌آباد. اینا تو خونهشون یه درخت موزی بود. زمانی که موز یه چیز دوردستی محسوب شد نبود تو خونه. هر بار که موز ثمر میداد تقسیم میکرد. میگفت بین قوم و خیشا تقسیم میکرد. هر از گاهی مثلا سالی یه بار دو بار 3 تا موز سهم ما میشد. 3 تا موز سهم ما میشد. وقتی ما میخوردیم دیگه قابل تقسیم نبود. اون هم میخواد بدازش به نوه‌هاش و خودش و فلان. محمد پوس موز میکرد تو نایلون مشکی میذاشت تو سطل آشغالی دله 17 کیلویی دم در. چون نمیخواست بچه همسایه ببینه کسی ببینه و بعد نباشه که بتونه بخوره. اینقدر این چیزهای ظریف حکمت آمیزی از این آدمها یادم میاد که واقعا هیچ اصراری خودم به شخصه به زیاد کتاب خوندن و زیاد فیلم دیدن ندارم. آدم ها دیگه الان اصلا فرصت ندارن انقدر عمیق بشن دیگه. میدونی نسل اسکرول کن اصلا وقت نمی کنه دیگه. اینه فقط زندگی هم اینجوری داره. اینه بله بمبارد میشن. یعنی یه نفر میاد مثلا با خیلی افتخار میگه که من روزی 6 تا فیلم میبینم روزی 2 تا نبینم نمیخوام. بعد به خودم میگم که ای که نقیزه
خلقت سینماست که سینما ادبیات هر آرتی اومد که یه چیز یه دریچه یه ویژنی به تو بده بری باش سه روز چهار روز یه هفته سه ماه زندگی کنی برگردی دیگه ویژن دیگه. این خودش الان داره وقت یومیه تو رو میگیره، خودش به هدف و تارگتی تبدیل شده که اصلا قرار نبود همچی کاری کنه، خودش مسئله ما نبود. محمد چی دیگه میخوای بگی جمعش کنی؟ خیلی بهم خوش گذشت. این مجلسی که با هم حرف زدیم اولین بارم بود توی فضای پابلیکی خوندم میز در کل هم تو زندگیم اینجوری هم خیلی راحت و بی ملاحظه میز نوازی کردیم. آره این برنامه شما زیاد دیده میشه، منم چندین بار این حرفا رو زدم. برنامه که برنامه آقای سفر آره. برنامه ای کتاب باز مجموعتون که کیف میکنم هم هر وقت میبینم یا این یکی دوباری که اومدم دلم میخواد یک بار با تمام وجود از تمام لحظه های ایستگاه چهار تشکر کنم، از به نام ارشدی نژاد، پویان محمودی، احمد صفاری، وحید فوق آزاده، محسود پینک فلوید، پیمان مرغی و تمام اون آدم ها، تمام اون لحظات، تمام اون زنگ هایی که در خونه ها زدیم و فرار کردیم. و دوست دارم با یه آوایی که از بنام یاد گرفتم بخونیم و ببندیمش این گفتگو رو. آره حتما تو باید سلام این ناخدا رو جواب بدی. بنام دمت گرم واقعا برای همه این سالا. ناخدا جوونه سلام این ناخدا، دم بوی ابری پاشه سلام این ناخدا، ری بن رو چشاشه سلام این ناخدا، لنجو کنه لنجن سلام این ناخدا، شما شما کارن سلام این ناخدا، سلام اینا خدا 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 سلام اینا خدا. با عشق یه چیزی بگم چون محمد بهرانی اینجاست وقتش هم هست. خب من بچه یه شهرستانم به نوعی به تصوری، حالا اصلا بهش نمیخوایم امتیاز مثبت و منفی بدیم و ایشون همچنین به بچه هایی که حسرت این میخورن که در سنین نوجوانیشون چرا الان ما تهران نیستیم، چرا ما خونمون اونجا نیست، چرا ما به همه امکانات و دستاوردهایی که تو مرکز ایران دسترسی نداریم، یه چیزی از اعماق وجودم بهتون میگم. اینجا تهران جای ارائه است. به نظرم همونجا باید باتریتون شارژ بشه، همونجا باید ملاج آب لمبوی مغزتون سفت بشه با همه خلوت‌ها، همه فردیت‌ها و بومیتی که دارین. قدر او روزایی که اونجاین و دارین تو حسرت نبودن تهران میدونین، بدونین فردا پشیمون میشین. من خودم به شخص بی هیچ ادا عطفاری میگم که خدایا کاش میشد 6 7 سال اول زندگیم توی روستا بودم. اون خلوت، اون مداقه، اون تنهایی الان خیلی منو از هر چیزی که هستم سه پله جلو مینداخت. به قول یه رفیق چیز میگفت که جهان اصالت را تحسین میکند، همونجا که هستین همه چیز هست برای جمع کردن. یه روزی بیاین اینجا راهش بدین. محمد خیلی بهم خوش گذشت. محمد رضا ممنون که گذاشتی گفتگوی ما ادامه داشته باشه. دم همتون گرم که اون پشت زدین، تومپک زدین، خوندین و محمد دمتو گرم. خیلی بهم خوش گذشت. میدونی که من چقدر دوستت دارم. مخلصم. تو هم میدونی. نقطه ضعفمی. شاکرم. خوش باشین ان شاءالله. آقای مسعود فراستی سلام. سلام بر شما. ارادتمند است. دفعه پیش درباره روانشناسی و روانکاوی و نگاهی که به هنر دارن صحبت می‌کردین. ابتدای بحث روانکاوی و هنر بودیم که وقتمون تموم شد و قرار شد ادامه پیدا کنیم. گفتید که درباره سیزیف و اسطوره سیزیف هم می‌خواید صحبت بکنین هر وقت که زمانش بود. چشم. هر چقدر که روانکاوی تا حدی به ما کمک می‌کنه که با هنر نزدیک شیم، منتها اون حد خیلی حد ظریف و
کوچکیه. یعنی چی کوچکیه؟ کوچک ولی عمیقه. اینکه ما ناخودآگاه رو بفهمیم، این کمک بزرگ روانکاوی ماست. اینکه آماده مواجهه با خودمون باشیم، با میلها و آرزوها که در ساحت خیال ما کار میکنن مدام. اما به محض اینکه مواجه میشه، اگر اشتباه نکنم ما تو چند جلسه قبل مواجهه دریدا لاکان راجب یک کار ون گوگ رو گفتیم، اما وقتی که مواجه میشه با اثر هنری، اثر هنری رو ذیل خودش میبینه و به همین دلیل نمیتونه درست بفهمتش. یعنی اثر هنری رو به صورت نه یک ابژه زیبایی شناسانه زنده، بلکه به عنوان یک ابژه مرده میبینه که باید با روانکاوی توضیح داده بشه، تفسیر روشه. به همین دلیل نمیتونه مواجهه درستی داشته باشه. مفهوم باز میفهمه، مدلول میفهمه، به جایی که دالها رو بفهمه. با اینکه لاکان رو دال استواره، اما این دالها رو دالهای زبانی فقط میدونه. وقتی با تصویر طرفیم یا وقتی با نوشتار طرفیم، دیگه این دالها اونجوری کار نمیکنه. وقتی ما میگیم درخت، کلمه درخت یک داله، درخت ذهنی یا عینی که در ذهن ما حالا نقش میبنده یا میبینیمش، مدلولیه که اون حرف داره به اون دلالت میکنه. درست گفتم. حالا وقتی شما دلالت رو حذف کنی، چی میمونه از کلمه؟ صورت صوتیش میمونه که تو شعر به خصوص که تو به شدت اهلشی میفهمی. یک واژه، یک حرف، حتی یک هجا تکرار میشه و در تو شعف تولید میکنه، بدون اینکه این قبل از اینکه دلالت کنه این کار رو انجام میده. و همین دلیل آدم های حسابی که ادبیات رو میفهمن بر صورت صوتی دال تاکید میکنن، مثل شفیعی کتکنی بزرگ که کسیه که به نظر من تو ادبیات بیش از همه این بحث رو میفهمه و به همین دلیل معتقده که این اساس فرمه. و اصلا به درستی اینجا من کاملا باش متعهدم که هنر فرمه که بر مبنای این دالها. خب اگر ما هنر رو به این شکل بفهمیم، که متاسفانه روانکاوی به این شکل نمیفهمه، وقتی مواجه میشه با یه تابلو، مواجه میشه با یک اثر سینمایی، اونو روانکاوانه نگاه میکنه. فروید یه جمله داره که فهم میکنم یک بار دیگه با هم حرف زدیم، میگه که در برابر یک هنرمند بزرگ روانکاوی باید اسلحه‌ش رو زمین بذاره. اینو، این جمله رو در رابطه با داستایوفسکی میگه، اصلاح رو زمین بذاره، اون رو بفهمه. ممکنه روانکاو، فروید به نظر من بهترینش، بتونه داستایوفسکی رو توضیح بده یا به خصوص لئوناردو داوینچی رو توضیح بده، در بیاره نکات روانیشو. اما در مواجهه با تمامیت یک هنرمند، یعنی آثارش، باید اصلاحش رو زمین بذاره. وقتی اصلاحش رو زمین میذاره، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یک اهل هنر، سروش صحت، مسعود فرازدی، که آماده مواجهه با فرمه، نه آماده مواجهه با معناهای روانکاوی یا مفاهیم. بدون میانجی با هنر مواجه میشه، اون وقت کفش ون گوگو میفهمه، اون وقت کار میکلانش موسا اونو فروید خوب فهمیده. ولی اغلب خود فروید هم با این مشکل داره، یعنی از اثر سریعا به صاحب اثر رفت میره. من نظر شخصیمو بگم که میدونم شما اصلا باش موافق نیستید، سالهای ساله میدونم، ولی نظر شخصیم دیگه، دوباره تا نیمه راه در تایید نظر شماست. من یه چیز اضافه تر دارم که شخصیه، خیلی ها باش مخالفه.
من از شما یاد گرفتم که چقدر فرم مهمه. مثلا واقعا بدون فرم مگه معنایی داره چیزی؟ نه. ولی برای من محتوا مهمه. من میدونم که به نظر شما فرمه که محتوا رو میسازه. ولی من میگم که این دوتا رو نمیشه از هم جدا کرد. برای من، نظر شخصی منه، فرم و محتوا، ظرف و مظروف، هر دو مهمه. در موارد بسیار نادری، بسیار نادر هست که فرم اینقدر شگفت انگیزه که سایه میندازه که اصلا دیگه محتوا اصلا مهم نیست. شما چیزی که میگین من فهمیدم اینه که فرم وقتی اینقدر عالیه خودش محتوا سازه، خودش محتوا رو ساخته. ولی من میگم اگر این نباشه یه محتوای دیگری، مثالم دارم براش، مثال دارم، یه دفعه دیگه هم صحبت کردیم، حتی محتوا خوب نباشه فرم اینقدر عالیه که سایه میندازه و ما قبولش میکنیم. موارد نادرتری تو ذهنم میاد، کمتر از قبلی، که محتوا اینقدر عالیه که با فرم بعدم قابل قبول بوده. برای بهترین حالتهایی که برای روح من، برای طبع من، خیلی هم نظر شخصیه، هماهنگی بین فرم و محتواست و نه غلبه یکی بر دیگری. قطعا بدون فرم زیبا ما نمیتونیم ارتباط رو برقرار کنیم. ارتباط شروع نمیشه وقتی فرم نباشه، ولی بعدش محتوا هم تأثیر گذاره و آدم یادش میمونه. بر من اینجوریه. میگه کوچولو با هم اختلاف داریم. تو قسمت دوم بحث، یعنی الان نزدیکتر شدی به من، یعنی نزدیکتر شدی به این بحثی که محتوا وقتی فرم نیست محتوا نیست. نه اینکه یه محتوای عالی داریم فرم هم نیست. قبول. این اصلا وجود نداره. این که قبول داری عمده قدم هست. خدا رو شکر. یعنی تو با فرم محتوا میسازی. این محتواه علت اشتباهه. اینجایی که کوچولو اشتباهه به نظرم اینه که همه فکر میکنن محتوا تمه، محتوا موضوعه، محتوا قصه است. هیچ کدوم اینا نیست. محتوا چیه که اون وقت اینجا متحدم با تو؟ محتوا شما میگیم فرم، من میگم محتوا مفاهیمش کاملا حسیه، نقلی. وقتی این باشه دیگه با هم کاملا متحد میشیم. یعنی تو از طریق فرم استنباط محتوا میکنی. این درست. از طریق فرم، اصلا میانجیش فرمه. از طریق فرم حس میگیری و استنباط محتوا میکنی. پس این محتوای زاده فرمه و متحد با فرمه. تضادهای این دوتا که بعد از اینکه زاده شد محتوا، تضادهایی که بین این دوتا برقرار میشه و آشوب ایجاد میکنه خیلی هم خوبه، اون بحث سختریه که بذاریم یه وقت دیگه. ولی اینو با هم الان متحد شدیم. محتوا قصه نیست، محتوا موضوع نیست. دوستان مرتب توی تلویزیون تو حرفاشو میگن تحلیل محتوا. یعنی چی تحلیل محتوا؟ این هنره. هنر با فرم مواجهه. چرا نمیگی تحلیل فرمی؟ و فرم از نظر من جدا نیست از محتوا. هم محتوا رو میسازه هم متحدشه. تضاد رو بعدن یه وقتی مفصل میگیم. پس وقتی ما میگیم تحلیل محتوا مواجهه با محتوا رو حواست، چون محتوا نیست اصلا. قصه رو داری میگی رئیس، موضوع رو داری میگی، یه موضوع اجتماعی عالی داری یا یه موضوع انسانی عالی داری، فکر میکنی این محتواست. این محتوا نیست. محتوا چیزیه که فرم تولید میکنه. اون استنباط حسی ماست از پدیده که با فرم به وجود اومده، حس ماست. وقتی به این برسیم اتحاد این دوتا رو میرسیم. اما تقدم داره فرم، و تو هم به درستی گفتی بدون فرم محتوای درکار نیست. یعنی قصه ای من دارم، نکته ای من دارم، مسئله ای من دارم، درسته؟ این به فرم نرسیده محتوای تولید نمیشه. دقیقاً. ولی ببینین همین چیزی که الان شما گفتین یه چیزی دارن. ببین من وقتی که میخوام مثلا
توی روزنامه من گاهی وقتا ستون یه چیزی دارم، همیشه این نیست که آگاهی به اون چیزی که داری، یه مرضی، یه کلنجار. قطعا درست، خیلی مهم. یک کلنجار درونی داری. بلد. همین دلیل. ولی خیلی وقتا میگم برای ستونی که می نویسم، چون سال هاست می چیزه. آره. از اون مثال بزنم. تمم اینه. یه تمم اینه. بله. یه چیزی میخوام بگم. یه جایی اون یه چیزی میخوای بگیه. این میشه محتوایی که میخوام. یه چیزی که میخوام. نه این محتوا نیست. چرا دیگه؟ نه. ببینین یه هسته محتوایی دیگه. نه حالا یه قدم رفتیم جلوتر، یه هسته مود. یه چیزی میخوام بگم که میدونم چی میخوام اگه بگم. اگه بدونی چیه که دیگه اصلا نیست. نفهمیدم، اینو نمیفهمم. اگه بدونی چیه، پیامیه که تو میخوای. خب از طریق بعد کاملا حالا من نمیخوام پیام بدم. اگر میخوای این پیام رو میخوام توی یک فرمی مستتر کنم که دیگه پیام نباشه. خب حس بشه. خیلی خوب، وقتی این حس بشه دیگه تو موضوع رو که میدونی، با فرمی که با کلنجار مدام اینجا به وجود میاد، اون وقت محتوای مورد نیازه. کاملا درست، کاملا درست. الان کامل، ولی یه موضوعی رو میدونم دیگه اون باشه. اما مثلا تو من فکر میکنم داریم یه حرف میزنیم فقط با دو تا بیان. آره ولی میخوایم ببین تروش، میخوایم یه چیزی رو فرم بش میدیم، میشه حالا یه چیزی رو میخوایم کنفیکون کنیم. اون اینه که معروفه. آخه من نمیخوام باشه. من میخوام این برداشت غلط رو که در نزد 99 درصد هست لتو پار کنم، کنفیکونش کنم. آقا جان محتوا نیست اگر فرم نباشه. بله اصلا نه، بله تمام شد بس. فرم هست ولی محتوایی هست. نه محتوایی نیست. ببینید سروش هسته چیزی هست. اسم نذاریم. نه آخه نیست. محتوا با فرم به وجود میاد. اگر فرم تو در نیاد، اون چیزی که میخواستی بنویسی، بسازی، چه موسیقی باشه، چه هر چی باشه، نیومده، پس محتوا نبوده. محتوا یک چیزیه که تو کاملا بهش واقف نیستی، اما یه تمی داری. تم سروش ایناست. تم فلان آدم اصلا تنهایی نیست، یه چیز دیگه است. تم اردشیر عزیز تو جلسه پیش تنهاییه. وقتی اینو جار میزنه دیگه محتوا نیست. تمه تنهاییه با فرم درستش، با ایجاز و استعاره و مجاز تبدیل به اثر هنری میشه و محتوا پیدا میکنه. ولی این هسته اولیه میره تو شکم فرم و اون اثر هنری. هسته یا اولیه محتوا نیست. محتوا دغدغه‌ایه که تمیه که دغدغه‌ایه که فرق بین سروش و مسئول اینجا کاملا الان هم عقیده ای. الان هم با وقتمون هم تموم شد. در لحظه سیزفو نگین. آخه حیف نیست نصفه بگین. خیلی حیفه، خیلی. ولی چه جای خوبی بحث تموم شد. من که واقعا برام آموزنده بود. یادتون میمونه سیزیفو پس دفعه بعد بگیم؟ ما دفعه بعدمون سیزیف خواهد بود اسطوره‌اش. چقدرم عالی. خیلی خیلی متشکرم، بی نهایت ممنونم و خدا نگهدار شما.